به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران موضوع جنجالی و عجیبی را مطرح کرده که مورد واکنش شدید کاربران قرار گرفته همین مسئله موجب شد تا علی کریمی فوتبالیست اسبق ایران که مدت هاست در نقش منتقد جمهوری اسلامی قرار گرفته به این ماجرا واکنش نشان داده و مسعود پزشکیان را به انتقاد بگیرد اما پزشکیان چه گفته و علی کریمی چه واکنشی نشان داده در ادامه این ویدیو به همین موضوع جنجالی میپردازیم اما قبل از اون اگر به ویدیوهای ما علاقه من هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. مسعود پزشکیان با اشاره به مشکلات تهران و همچنین لزوم رقابت برای تولید محصولات خواستار انتقال پایتخت ایران به مناطق جنوبی و نزدیک دریا شده است رئیس جمهور ایران روز شنبه هفده شهریور در بازدید از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به چالش های توسعه کشور گفت اینکه بخواهیم همچنان منابع اولیه را از جنوب کشور و دریا به مرکز بیاوریم و تبدیل به محصول کنیم و دوباره برای صادرات به جنوب بفرستیم به شدت توان رقابت ما را مستحلک کرده و کاهش می دهد. بر اساس متنی که رسانه های ایران از سخنان آقای پزشکیان منتشر کردن او در ادامه تاکید کرد چاره ای نداریم جز اینکه که مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور را به جنوب و نزدیک دریا منتقل کنیم. او همچنین به مشکلات تهران اشاره کرد و گفت با تداوم سیاست ها و اقداماتی که تا به حال اتخاذ و اجرا شدن فقط تشدید شده و راهحل اساسی جابجایی مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور است رئیس دولت چهاردهم بی آبی را یکی از مشکلات اساسی پایتخت ایران دانست و افزود که برای توسعه تهران هر کاری کنیم بی خودی داریم وقت تلف میکنیم طرح انتقال پایتخت ایران پیش از این نیز سابقه دارد در سال 83 حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی به دلیل آنچه خطر زلزله خوانده گفت که این شورا طرحهای میان مدت و بلند مدت برای انتقال پایتخت را بررسی می اما علی کریمی که طی چند روز اخیر نسبت به کابینه پزشکان اعتراضهای شدیدی داشته بود با انتشار متنی نوشت یعنی درد مردم ایران الان کجا بودن پای تخت است یا راه بخور بخور و دوزی جدید اینه؟ اسکال پوزیده از روزی اومده یه قدم برای مردم بر نداشته ولی راه بخور بخور رو خوب یادش دادن. اما پیشتر لزوم انتقال پایتخت در دولت محمود احمدی نژاد نیز مطرح شد اما به جایی نرسید و در نهایت در دیماه سال 92 و در ماهای ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را تصویب کرد در آن سال آقای روحانی با این تصمیم مخالف بود و بر لزوم تصمیم گیری رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص تاکید می کرد. در جلسه بررسی این طرح در مجلس مجید انصاری که در آن زمان معاون پارلمانی رئیس جمهور بود با اعلام مخالفت دولت با این طرح تاکید کرد که نمی توان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری کشور تصمیم گیری کرد با این حال مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال 94 این طرح را با عنوان امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدائی از سهران به شکل نهایی تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را مخالف شهر و قانون اساسی نشناخت با این حال طرح انتقال پایتخت در ایران به جایی نرسید این در حالی است که در سال 99 ابوالفضل ابو ترابی نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد که قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران نامه ای را رسما به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ارسال کرده تا در صورت موافقت او این قرارگاه کار انتقال پایتخت ایران از تهران به مکان دیگر را انجام دهد او دلیل ارسال این نامه را نگرانی از اعتراضها و نافرمانیهای های مردمی در تهران اعلام کرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از زیر مجموعه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی ایران است مسعود پزشکیان روز شنبه در بازدید از این قرارگاه و در جمع فرماندهان سپاه همچنین مدعی شد که با حاکمیت نگاه بسیجی میتوان طی یک سال در همه مناطق محروم کشور مدرسه ساخت آقای پزشکیان گفت باید جلسه ای با بچه های بسیج برای ساختن یک سری مدارس برگزار کنیم میتوان از ظرفیت دانشجوها برای کشیدن نقشه استفاده کرد بنده تصور میکنم که راحت با کمک همان مناطقی که به مدرسه نیاز دارند میتوانیم کل مشکلات کمبود مدارس را یک ساله با نگاه بسیجی بس تازیب این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت ایران با کسری بودجه هنگفت مواجه است و خود مسعود پزشکیان ابایل شهریور گفته بود دولت پول لازم برای تامین گندم دارو نهادها و حقوق بازنشستگان را ندارد و به شکل تلویحی خواستار حذف سوبسید بنزین شده بود که می تواند به معنی لزوم افزایش قیمت سوخت در ایران باشد در همین راستا غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران در گفتگو با دنیای اقتصاد میگوید بر اساس مطالعاتی که در زمان دولت هاشمی انجام شد 160 سازمان و مؤسسه دولتی بزرگ را می توان از تهران خارج کرد که منجر به کاهش یک سوم جمعیت تهران می شود. شهردار اسبق تهران همچنین معتقد است که انتقال پایتخت نه در این دولت بلکه حتی سه دولت دیگر هم بیایند امکان پذیر نیست تغییر پایتخت از زمان جنگ و مهندس موسوی مطرح بود تا زمان آقای هاشمی و قبل از انقلاب هم بحث هایی در این خصوص مطرح شده بود اما اصولا تجربه انتقال پایتخت مخصوصا برای کشورهای جهان سوم برای از سرباز کردن مشکلات است در حال حاضر به دلیل ویژگه هایی که حکومت ما همه مردم میخواهند به پایتخت بیایند چون میبینند که همه اختیارات در اینجا و در دولت و حکومت متمرکز است تمرکز قدرت سیاسی اقتصادی فرهنگی و حتی قدرت آموزشی و دینی باعث می شود که همه مردم فکر کنند که همه چیز در پایتخت است اگر کسی بخواهد مشکلات پایتخت را حل کند باید در مرحله اول اختیارات را برای همه مردم یکسان بداند در دولت آقای هاشمی بحث انتقال پایتخت مطرح شد که آن زمان ما در شهرداری بودیم و هماهنگی میان دولت وزارت کشور وزارت امور استخدامی سازمان برنامه چند تن از استانداران با سابقه و شهرداری تهران انجام شد آن موقع بحث شهرداری تهران این بود که امکان ندارد پایتخت را با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم تغییر بدهیم فرض کنید کشوری مانند برزیل ابتدا ساو پائولو مرکز بوده بعد دیدن که پایتخت شلوغ است وضعیت بر ریخته است شهری را با 18 میلیون جمعیت و مشکلات حاشیه نشینی و کمبودها با آلودگی هوا رها کردند و به ریو دو را رفتند بعد از مدتی جمعیت این شهر به 12 میلیون نفر رسید و دیدند باز مشکلاتی دارند و آمدند پایتخت جدیدی ساختن منتها پایتخت جدیدشان با 95 میلیارد دلار وامی ساخته شد که از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفتند و بعد برزیلیا تشکیل شد که این هم یک مشکل جدید شد و قرار بود 500 هزار نفر جمعیت داشته باشد اما آخرین آماری که آن موقع ما در شهرداری مطالعه کردیم چهار میلیون جمعیت بود و الان فکر می خیلی بیشتر شده باشد در این شهر وزارتخانه جدید و مجلس جدید و دادگاه جدید و غیره ساختند اما مجددا مردم در پایتخت جمع شدند به دلیل اینکه تمرکز در حکومت بود دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعدی بدرود